فصل ششم پس دروس ابتدایی مسیحیت را پشت سر بگذاریم و به سوی بلوغ پیش برویم. ما نباید همان مقدمات اولیه مانند توبه از اعمال بیهوده، ایمان به خدا، تعلیم درباره تعمیدهای مختلف و دستگذاری و قیامت مردگان و کیفر ابدی را تکرار کنیم. آری به امید خدا جلو خواهیم رفت، زیرا آنانی که از نور الهی منور شدند و طعم عطیه آسمانی را چشیدند و در روح القدس نصیبی دارند و نیکوی کلام خدا را در وجود خود درک کردند و نیروهای جهان آینده را احساس نمودند، اگر بعد از این همه برکات باز از ایمان دور شوند، محال است که بار دیگر آنان را به توبه کشانید، زیرا با دستهای خود پسر خدا را بار دیگر به صلیب میخکوب میکنند و او را در برابر همه رسوا میسازند. اگر زمین بارانی را که بران میبارد جذب کند و محصول مفیدی برای کارندگان خود به بار آورد، از طرف خدا برکت مییابد. اما اگر آن زمین خار و خس و علفهای هرزه به بار آورد، زمینی بیفایده است و احتمال دارد مورد لعنت خدا قرار گیرد و در آخر محکوم به سوختن خواهد شد. اما ای عزیزان، در مورد شما اطمینان داریم که حال و وضع بهتری دارید و این نشانه نجات شماست. خدا با انصاف است و همه کارهایی را که شما کرده اید و محبتی را که به نام او نشان داده اید فراموش نخواهد کرد. مقصود من آن کمکی است که به برادران مسیحی خود کرده اید و هنوز هم می کنید. اما آرزو می کنیم که همه شما همان اشتیاق شدید را نشان دهید تا سرانجام امید شما از قوه به فعل درآید. ما نمی خواهیم که شما تنبل باشید، بلکه می خواهیم از آنانی که به وسیله ایمان و صبر وارث وعده ها می شوند پیروی کنید. وقتی خدا به ابراهیم وعده داد، به نام خود سوگند یاد کرد، زیرا کسی بزرگتر نبود که به نام او سوگند یاد کند. وعده خدا این بود: سوگند می خورم که تو را به فراوانی برکت دهم و فرزندان تو را کثیر گردانم. پس از آنکه ابراهیم با صبر زیاد انتظار کشید، وعده خدا برای او به انجام رسید. در میان آدمیان مرسوم است که به چیزی بزرگتر از خود سوگند بخورند. با آنچه مباحثات را خاتمه می‌دهد، معمولاً یک سوگند است. همچنین خدا وقتی می‌خواست صریح‌تر و واضح‌تر به وارثان وعده نشان دهد که مقاصد او غیر قابل تغییر است، آن را با سوگند تایید فرمود. پس در اینجا دو امر غیر قابل تغییر، یعنی وعده و سوگند خدا وجود دارد که محال است خدا در آنها دروغ بگوید. پس ما که به او پناه برده ایم، با دلگرمی بسیار به امیدی که او در برابر ما قرار داده است متوسل می شویم. آن امیدی که ما داریم مثل لنگری برای جانهای ماست. آن امید قوی و مطمئن است که از پرده معبد گذشته و به قدس الاقداس وارد می شود، جایی که عیسی از جانب ما و قبل از ما وارد شده و در رتبه کهانت ملکی صدق تا به ابد کاهن بزرگ شده است.